اونقدر ناکارآمدی در این نظام بالا هست، اونقدر نسبت به عملیات یا در واقع کارآمد بودن نهادها و چیزها شک وجود داره و چیز وجود داره که بلافاصله خامنه‌ای باز میاد و شروع میکنه به اینکه یک ستاد جدید، یک نهاد جدید چیز کنه که بتونه تسلط داشته باشه و بتونه تماما روی این نهاد در واقع امر و نهی داشته باشه. به خاطر همین هم هست که نهادهایی مثل مجلس که انتخاب باز به شکلی مردم انجام میدن، آقای خامنه‌ای طاقت این رو نداره که یک عده مردم انتخاب کنن بیان اونجا به هر کار دلشون خواست بکنه. به خاطر همین تمام تلاش و توان خودش رو به خرج میده، عرض کردم با این سم اهرمی که داره تمام تلاش خودش رو به خرج میده که بتونه این رو کنترل بکنه، بتونه این رو در واقع در حیطه امر و نهی خودش قرار بده و تو الان موفق بوده. واقعا ما تا الان هیچ مجلسی به جز مجلس ششم که برای اقدام کردن موفق نبودن، اقدام کردن هیچ مجلسی ندیدیم که حتی اقدام به یک حرکت مثلا فرض کنین که جدی برای منافع مردم بکنه یا کار جدی انجام بده. و همین مسائل هم باعث شده جناب محمودی که تازه مجالسی هم که خب گفتم مجالس تا حدودی، وقتی میگم اصلاح طلب نه به معنای که اصلاح طلب خوب، اصلاح طلب ها برای دک و پوز خودشون هم به هر حال دوست داشتن، در برخی موارد دوست داشتن یک سری قوانین رو به تصویب برسونن که در حوزه های مثلا جامعه مدنی، در حوزه های آزادی ها، یک کم در حوزه زنان، در حوزه کودکان یک مقدار برجسته تر هست. مجلس جدید جناب محمودی تا جایی که من میدونم 276 نفری که قطعی هستن، 230 نفر اینا یعنی 83% اینها اصولگرا هستن. اصولگراهایی که ببینید جناب محمودی، اصولگرای معمولی هم نیستن. مثلا آقای رضا تقوایی رئیس سنی مجلس که روز اول به عنوان رئیس مجلس آمد، تا قبل از رأی‌گیری به عنوان رئیس سنی بود، یعنی بزرگترین فرد به لحاظ سنی در مجلس، ایشون میاد میگه که اولا آقای خامنه این مجلس رو خب خیلی ذوق و شوق داشته. آقای خامنه قبل از انتخابات جناب محمودی آمد گفت که این مجلسی، چون میدونست که قرار از چه مجلسی سر کار بیاد، شورای نگهبان رو امر کرده بود که به هیچ اونان اجازه ندین هیچ کسی از فیلتر شما مگر اینکه مطمئن بشین که این سرسپردگی داره رد بشه. و در دولت آینده انتخابات رئیس جمهور هم دقیقا همین سیاست رو ایشون داره، بارها و بارها صحبت کرده. ایشون اعلام کرد که مجلس 11 مجلس تراز انقلاب اسلامی هست. خیلی هم با ذوق و شوق و با حرارت در روز اول که مجلس تشکیل شد یک بیانیه داد و یک خیر مقدم در واقع بیانیه اعلام کرد، یک نامه داد و در مجلس خوانده شد و بسیار توصیف کرد که قرار این مجلس چه بکند و چه نکند. آقای رضا تقوایی رئیس سنی مجلس بود، در روز اول بود. ایشون میاد در واقع در اعلام حمایت تمام قد از رهبری و فرمایشات رهبری میاد میگه که ما تنها هدفمون این هست که این مجلس تراز انقلاب اسلامی باشه. و مجلس تراز انقلاب اسلامی ویژگیاش چی هست؟ یک، خواستار تحول در کشور باشه، ولایت محور باشه، مردمدار باشه، استکبار ستیز باشه، ضد آمریکا باشه، مدافع پابرهنگان باشه، پیرو شهدا باشه. ما آقای محمودی، ما هیچ، ما لال، یک نفر از این کسایی که از همین مسئولین بیان در این برنامه بگن کدوم یکی از همینا یک مستاق میتونه یک مستاق داشته باشه؟ خواستار تحول در کشور در کجا میخواد تحول ایجاد بشه؟ در چه حوزه‌ای؟ اگر واقعا تا الان با تمام این کشوفش ها در 40 سال گذشته نتونستن این مجلسی که کمترین آمار تعداد در واقع کسانی که مدارک تحصیل دارن، جز مجالس که کمترین آمار سواددارا داره، این مجلس چی رو میخواد متحول کنه؟ با کدام قدرت، با کدام اهرم میخواد، یا با کدام در واقع اراده در این مجلس؟ ولایت محور، خوبی که خوب، بله ولایت، همشون ولایت محور هم. ببین مثلا حامی پابرهنگان باشه. آخه ببین در مملکت جناب، در مملکتی که بلاز اقتصادی فروپاشی اتفاق افتاده، هیچ تعارفی هم نداره، این مجلس خود آقای قالیباف در موردش صحبت خواهیم کرد که به قول من دوزترین فرد در این کشور، دوزترین سردار سپاه،
دوزدرین مسئول اجرایی در کشور، ایشون کردن رأس مجلس. بعد این مجلس قرار هست که از پابرهنگان محافظت بکنه.